سلام، من پدرام، اینجا فیلم بازه. بریم معرفی فیلم خط فرضی. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. سینمای خط فرضی محصول سال 1398 ایران یک فیلم درامه که نویسندگی و کارگردانیش رو فرنوش صمدی انجام داده و تهیه کنندگیش توسط علی مصفا انجام شده. بازیگران اصلی این فیلم هم پژمان جمشیدی، سحر دولتشاهی و حسن پورشیرازی به همراه آزیتا حاجیان هستند. این فیلم در 39مین جشنواره فیلم فجر نامزد دو جایزه سیمرغ بوده. خب بریم سراغ خلاصه داستان فیلم. سارا و حامد رابطه زناشویشون رو به سردی گذاشته و رابطه خوبی با هم ندارن و تنها دلیل زندگیشون هم دختر کوچکشون راهای یک مراسم ازدواج در شمال اونها دعوت میشن، اما مأموریت کاری مهمی برای حامد پیش میاد و او هم اجازه نمیده که سارا به همراه راها به تنهایی به این مراسم ازدواج برن. اما وقتی که حامد در مسافرت و در مأموریت حضور داره، سارا تصمیم میگیره دخترش رو با خودش به مراسم ازدواج در شمال ببره، اما اتفاقی تلخ و وحشتناک در شمال پیش میاد که باعث میشه زندگی اونها نابود شه و اتفاقات بدی براشون پیش بیاد. خب اولین فیلمه که فرنوش صمدی کارگردانی کرده فیلم خط فرضی، فیلمی تراژیک و بسیار تلخه که برای افرادی که روحی حساسی هم دارن دیدن این فیلم توصیه نمیشه. آزیتا حاجیان برای بازی در این فیلم نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد و در بخش ستارگذاری هم این فیلم نامزد جایزه سیمرغ بود. فیلم چه در فیلم نامه و چه در کارگردانی خامی هایی داره، اما فیلم خوبیه که سرگرم کننده است و ارزش تماشا کردن هم داره این فیلم. خب ممنون که تو این ویدیو با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.